من بودم در حال جنگیدن با عوامل بیرونی واسه اینکه وقت کنم ویدیو بدم نمکم خودتی بریم که باهم هوشی هواشی و داشته باشیم رپ هاوشین امروز یکم متفاوته میخوایم به یه لحنه شاید کمی رستگونه هم ببریم جلو داستان از چه قرار بود از این قرار بود که بلاد شکل گرفت حالا بلاد چیه گروه مشترکیه که پاپولوژیست و ویناک در رس و در ادامه اشکان کاگان و سینادزا با هم دارن و بلاد حالا به این شکل که با حال در چرا چون اینجوریه که اون حالت بلاد کفرو اینا و اون بلاد معروف آمریکا که حالا با ها درگیرن به زودی بعد شاید کریپس هم باشیم توی رپ فارسی یه سری کریپ میان امیدواریم خیلی کریپی نباشن ولی میان دیگه حالا شاید الان کریپ پوری زد و بند باشه نمی‌دونیم ولی قرار بیان البته که خود بلاد بلاد اونور دیگه بلاد کریپ کم شل کردن تازه تو ایران داره راه میفته اینجوری که بیایم محل هم اینا ما بلادیم تا ولی خب باحاله کلا اینکه بلاد این دو داره باحاله ولی خب از این رنگ قرمز استفاده میکنن و اینا این فقط تو ایران اتفاق میفته چرا چون که هر جای دیگه دنیا بودن از این بلاد استفاده میکردن اینجوری بلاد بلاد میکردن قرمز اینا اگر کریپ نمیاد بالا سرش که بگه بلادی خب اینا هم پشتشون هیچی نیست دیگه چون با خود بلاد که نیستن نمیومد ترورشون کنه خود بلاد میواد میگفت چی میگی و اینا ولی خب ایرانه دیگه همونطور که هیچیش قانون نداره گنگ سربازی هم قانون نداره و الان ما یه بلادی داریم که گنگ 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 تتتق داریم که آره دیگه بیشتر ولی با همین کیبورده حالا اومد چی شد داستانت داستان اتفاق افتاد آلبوم دادن و این حرفا مرجا اومد دیستشون که آقا پاشو بیا کاشانک ببینیمت بابا گنگ 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 ویناک فلان اینا بعد ویناک رفت عکس گرفت میدون کاشانک بعد که حالا عکس کافی نبود فقط اینا چون گفتم میای عکس میگیری میری رفت زیر اونجا شروع که تخته بازی کردن که نه ببین ما مثلا اینجا داریم پنج تخته بازی میکنیم و حالا اگه دو تا سگ مارس هم پشت هم بشه باز طول میکشه یه ده بیست ساعتی ما اینجاییم بعد باز گفتن نه بابا شما میرین عکس میگو اینجوری سوریشی پاولیس هم آوردن رفتن ما هم کباب زدن جگر جیگر درست کردن چون طول میکشه دیگه اینها اینجوری بود که ما داریم جیگر میزنیم اینجا کجایی پس و این حرفا از اون برم مرشاک میگفت بابا بیا ما رفیقامون خودش که نه رفیقامون میان نیستین شما عکس میگیرین در میرین و بیا اصلا موزیکیش کنیم شما ما بیایم اونجا میخواین ما رو اون بسیجیایی که رفیقتونن بگی و از این حرفو تش دوباره ویناک رفت اونجا با چهار تا ماشین ماشینرم درشو نبسته بودن عکس بگیرن یعنی هم ماشین پیاده شده بودش فیلم میگرفت در ماشین بازم وسط تا اینا بعد اونجا حالا کیا اومدن بالاخواهای مرژا که اومدن هیچی رفیقای آرمین رابر هم اومدن که اصلا ویناک چی میگی و فلان و اینا ما اومدیم آرمی رابرم با ویناک دعوا شده چون قدیما به هر حال میرفته میتینگ آرمی رابر اینا ما مثل که آرمی رابر هواشو داشته از این حرفا یه سری عکس ازش رو کردن که بچگی بچگیاش بود خب بچگی دوران جاهلیت دیگه البته که الانم گنگنگ و خلاصه که این وسط پوری هم خب با ویناک داستان داره ولی نه اینوری نه اونوری رفت شاشید وسط کاشانک یعنی نه اینوری نه اونوری میششیم وسط میدون کاشانی اون کاشانک الان یکی میاد میگه رایمه را دیگه ما هم رپر چه فرق ده. <تصفح> رفتن اونجا و شاشیدن حالا اینکه بری سر در محله یکی خیلی زای از یعنی هر جا دیگه اتفاق میفتاد میرفتم بالا سرش با تو و اینا ولی خب اونجا به قول مرجا که استعداد جدیدی از میناک دیدیم اونم اینجوری بود که خیلی خوشگل با ماشین در میرفت حالا حرفی هم که خودش میزد این بود که من تک اومدم شما 10 نفر اومدین ولی تو استوریش پنج تا ماشین بودن حالا رفیقاش شاید ول کردن رفتن خودش مونده نمیدونیم اما رفته بود دیگه بعد دوباره چهار صبح اومده بود اصلا عجیب غریبی بود آقا چیکار میکنید مثل چی با همون موزیکی نگرش دارید ولش کنید موزیک دیگه هممون میدونیم تو ایران این گنگ سربازی ها اینجوری نیست مگه اینکه شدید وصل باشی و کلف چون نهایت بری یه دونه چکم بزنی اینجا طرف کبوچه یه خطی بندازی به هر حال آگاهی و شاپور و اینا دنبالتن میدونیش میگم بنابراین ولش ما با کاریه بریم اینجا این چیزا اینا یه وجهه به رپ فارسی داده بعد یه کوچولو به فکر این باشید نمیدونم آقا یه, یه چیزی هست شما دارید توش فعالیت میکنید خب این دیدی که از بیرون به این داستانم هست مهمه دیگه مهم نی یعنی دیدی که مردم عادی حالا شاید یه, یه سری بچه باشن که میگم وای چه وال اینا دارن همو میزنن اینا بریم فیلم و عکس مشت اول هزار اینا شاید اینجوری آره ولی دید بیرون چی بابا یکم بالغانه کم بلوغ تو رفتار باشه دیگه تو خود آمریکا هم بعد از این همه گنگسترهای واقعی که زدن همو کشتن یه کوچولو شلتر شده میگیری چی میگم دیگه این چیزا رو ماشین دم پرچم وایسا اومدم حالا مدرسه اصلا پرچم نداره میگیری چی میگم این ویچه رپ فارسی هر یکم حواستون باشه بی خیال بعد یه سوالی دارم اونی گنگتری که میره دعوا فرار میکنه یا مثلا قرار دعوا میذاره یا اونی که مقابل یک ظالمی وای میسته که قدرت رو داره گنگ کدوم سنگین تره واقعا اگر گنگسر واقعی که خب گنگسر واقعی میذاره کنار میره پشت حق میبینی چی میگم این داستان هم هست یکم بهش توجه کنیم خلاصه این بود داستان میدان کاشانک بریم سراغ داستان بعدی همونطور که میدونید پوتک و کوروش با هم یه سری داستان دارن پوتک خیلی ریزان نمیم چجوری بگم میاد تیکه میندازه گردن نمیگیره معمولا خب کوروش هم که دیدیم دیگه اومد یه, یه سالی هست که درگیره و بکس زتو تو آلستار دو هم به هر حال گفت که اومدی سوراخ کردی تو دیوی ما رو که بیا آهنگ بدیم و این حرفو که فکر کنم تو آلبوم پوریا هم آرتا بود هم کوروش البته که به کوروش پیام دادن آرتا میدونم بوده بود که بعدش دیدیم نبود حالا کنسل شده و سر و این حرفو اما داستان اینجا بود که یه ویدیو گرفت با یزان رادیو اکتیو آقای پوتک و اون تو وقتی ازش یزان پرسی گفت این اومد یه تیکن جواب ندیم بعد یه دیست کامل بده یه دیسه کامل بدم اینا یعنی گفتی که آقا پو بندازی تو زمین شوت میکنم ایستگاهی میزنم گل میزنم اینا ببینیم چه خبر و این حرفا بعد این کوروش اومد نوشت که کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه بعد اومد گفت چی تخت جمشید تخت داره وقت داره یعنی به موقعش میایین واسط تو این حرفو بعد چند روز گذشت پوریا پوتنگ من گفت چی من فلان گفت آقا ما میایم یه ترک میدیم میخوایم آلبوم یکی رو بیاریم پایین یعنی آلبوم یکی رو میخوایم اذیت کنیم و این حرفا ولی اگه آلبومی زود بیاد من ترکمو دیر میدم که کیفیت ك... بالا باشه و اینا آلبومش دیر بیاد من هم موقع دیستش میکنم من نمیدونم چرا پوتک من نمیفهمم اون موقع میخواست با ویدیو با اون آهنگ رو خراب اونجی که به نظر میومد خودش که گردن نمیگیره فوش صحبت کردیم تو برنامه اینا اما چیزی که به نظر می اومد با پیامایی که میذاشت و همه این وایب گرفته بودیم که میخواست با اون ویدیو رب بتله اون آهنگه که ایراب بریکس عرب ای بریکس اینا بود و چیز کنه دیگه توجه ها روش ور داره بعد روز قبلش گفت بعد گردن نگرفت الان هم اومد اینو گفت که الان چی همه برداشت می‌کنیم آلبوم کوروش می‌خواد بیاره آلبوم کیو می‌خواد بیاره پایین با کسی داستان کسی هم قراره آلبوم بده که دو تا آلبوم بچه‌ها ما آنتونز دارن سه تا با پارانویا احتمالاً اونجاست دیگه می‌خواد این کارو بکنی دیگه خیلی هم زود ضربتی آوردن پایین و دم هیپ هاپ توییتی کردم که اینا رو عکس گرفته بود گذاشته بود که ما از سورساش استفاده کنیم و این می‌کنم پوتک زمانی که حالا هر کسی شما یه سیاستی داره نمی‌دونی راجبش حرف بزنین که یعنی داریم میگه آقا آلبومت تو دیر بده که من دیست کنم اونم میگه چشم در خدمت پذیرای دیستون هستیم اینا ولی حالا خلاصه بعد از این هم کوروش باز اومد یه سری متن نوشت این بغل هست من خلاصه رو میگم اومد مسخره کرد این داستان ترویس اسکات اینا رو خب میدونیم که یه بیشتر از یک ساله قبل از داستان‌های مهسا همینی بود که پوتک گفت ما فیتمون با ترویس اسکات میاد بیتزنگ کچی و تو مصاحبه هم که با ما داشت گفت 320 دلار 32000 دلار یا دلار ما هزینه حق فیت دادیم آقای کوروش هم اومد یه بلند بالا نوشت گفت من با دریک دارم فیت میدم 15 هزار دلار پول دادم خود دریک هم گفته سمی بزنه سمی آن تاپ داریم لول اپ میکنیم و این داستان ها که تیکه و حرفای چند پیش پوتک هم بود که میگفت رپ فارسی رو قراره لول اپ کنیم احتمالاً با امیری میخواد لول اپ کنه پوتک حالا حرفایی که میزنه و این آهنگ 2045 میاد واسه نوه هاتون که خب تیکه های مستقیمی بود به این شکل به پوتک پوتک هم که خبرین اینا گفت بعد بعد از اول ویدیومون میاد و کوروش باز اینها رو پاک کرد و یه سری عکس تو کاشانک با دریک گذاشت اینجوری که دیگه کاشانک دیگه بعد این چند وقته اصلا میگن خونه های اونجا گرون شده یکم فقط میگن امنیت پایینه که اونا هم به هر حال درستش کردن دیگه دولت حواسش هست و خونه ها رفته و گرونتر شده و یکم توریستی شده دیگه حالا برای سیزده به در اینا برید اونجا احتمالاً یه دو سه میبینید ویدیو ها هم خیلی زیاد داره میاد دیگه دختر بچه میره رسانه رپی میره اینا عکس میگیرن بعضی هم نمیتونن تا اونجا برن فتوشاپ میکنن دورن دیگه معروف شده دیگه کاشانک اینم از این خلاصه این بود از رب حواشی این چند روز رپ هاوشی هم میگی چرا نمیذاری خیلی یه جوری شده من بعد فاز مبصر بگیرم چه از حرکاتی که میبینیم بعضی هم مخاطبات تو تلگرام میکنن چه بعضی از رسانه ها چه بعضی از آرتیست ها خب آرتیست اینجوری رفته چند زیر از اون مخاطبی که حالا سنش کمتره داریم میبینی چی دارم میگم خسته شدم بابا من مبصر نمیخوام باشم قور <applause> میزم نمیدم چرا همش بابا یه کوچولو به خودمون بیایم واقعا این هی میگیم چرا این خرابه چرا اون خرابه اینو کی درست میکنه اونو مسئول رسیدگی نمیکنه خب یه سری خودمون بعد رسیدگی کنیم دیگه این کامنتی که میذاریم این خبری که پوشش میدیم اون حرفی که میزنیم اون حاشیه ای که شکل میدیم دست خودمونه دیگه ها چوب که احمد بالا سرمون باشه و این از این خلاصه که این بود از رپ هاوشی امروز با قرقر تاش تموم کردیم و یه سری هم دیدم تو توییتر توی بعضی تو ریاکشنشون دلغک بازی در میارم گفتن دلیل اینکه ما ریاکشن ایشونو دوست داریم و اینها گفتن بیا منم یکم براتون دلغک بازی دارم چون میدونی مردو ریاکشن ها اینجوری میبینن پسر بچه ها <applause> شوخی میکنم امیدوارم براتون توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سیو سون